ما همون اولین بار که با هم حرف زدیم یه جورایی احساس کردم با هم دوست شدیم، یه ذره صحبت کردیم و من گفتم مثلا من از اپهرم و از تبریز و اینا ترکی بلدم، اونم گفت که ای ترکی بلدی پس سب کن ترکی با هم حرف بزنیم، با هم یه ذره ترکی حرف زدیم و دومین و سومین باری که زنگ زد دیگه برام آواز ترکی میخوند و میگفت کدومو دوست داری. شهلا یه زن سنت شکن بود تو همه زمینه ها، چه در رابطه با روابط عاطفی عشقی خودش، چه در زمینه اینکه بره کار کنه، چه در زمینه استقلال نظری خودش، و چه وقتی افتاد تو این دام و تو زندان بود تأثیر میذاش رو زندانی های دیگه. شهلا یه آدم آزادی خواهی بود. با من یکی دیگه از تلفنهایی که مثلا کرد اون آخرا قبل از اینکه مثلا معلوم بشه اعدام میشه، گفته مینا کارهای تو رو خیلی میپسندم، اگه اومدم بیرون با هم میریم تو کشورهای مختلف سخنرانی میکنیم علیه اعدام، منو قبول میکنی به عنوان همکارت؟ گفتم آره حتما. من واقعا فکر میکردم آزاد میشه و خیلی وقتا فکر میکردم، یعنی یه روزی رو تو ذهنم تصور میکردم که شهلا آزاد میشه و ما میریم تو کشورهای مختلف سخنرانی میکنیم. خیلی برای من این اتفاق سنگین بود، به ویژه اینکه زنگ زد و از من خداحافظی کرد، به ویژه اینکه صداش ضبط شده و هست و گفت که آخرین حرفامو دارم میزنم. و بعد وقتی آخرین لحظه های زندگیشو پرسیدم، گفتن که شهلا تا آخر تقریبا مقاوم مونده بود، ولی وقتی چوبه دار رو میبینه شهلا باور نمیکرد که اعدامش کنن، اینقدر به خود متکی بود، اینقدر اونا رو کوچیک فرض میکرد، اینقدر حکومت رو قبول نداشت به نظر من، اینقدر سیستم براش از یه نظر وحشیانه و از یه نظر مسخره بود، فکر میکرد که نجات پیدا میکنه به خاطر اعتراضات، به خاطر انسانیتی که ازش دفاع کرد. ولی من شنیدم که وقتی که به طرف چوبه دار بردنش یه لحظه دیگه شکسته و شروع کرده به گریه و شروع کرده به اینکه از خانواده لاله سحرخیزان خواسته که این کارو نکنن باهاش، در حالی که خود محمدخانی هم اونجا ایستاده بود. من مثلا واقعا برام مهمه، من نمیخوام کسی رو متهم کنم، ولی نقش محمدخانی تو این ماجرا مهمه. من مطمئنم این داستان تمام نمیشه، یه روزی واقعا عدالت روشن میشه که این پرونده چی بود، کی چه نقشی بازی کرد. ولی شهلا شنیدم از کسانی که تو صحنه اعدام بودن، میخواستم ببینم آیا برگشت به محمدخانی نگاه کرد یا نه، گفتن اصلا نگاه نکرد، آخرین حرفاشو با مادر لاله سحرخیزان زد و بردنش بالای طناب دار در حالی که رنگش پریده بود و میلرزید. شهلا اون موقع باور کرد که میخوان بکشنش و وقتی اعدامش کردن، من بعدا با کبرا رحمانپور که از زندان آزاد شد حرف زدم، گفت شهلا و اعدامش یکی از بزرگترین اتفاقات تو زندگی همه ما زنایی بود که اونجا بودیم، ما باور نمی کردیم. و یکی از همسلولیاش اینو نوشته، گفته شهلا وقتی تو رو اعدام کردن سکوت سنگینی تو این زندان بود و روز بعد وقتی ما رفتیم تو حیاط جای تو خالی بود، جایی که همیشه می نشستی موهاتو به باد می دادی و می بافتی، جای صدای قدم های تو که با اعتماد راه می رفتی و دامن کوتاه همیشه تنت می کردی تو زندان، جای تو خالیه. شهلا با این رفتار و وجناتش، واقعا سکناتی که داشت، رفتاری که انجام میداد، همه رو تحت تاثیر قرار میداد. شهلا تو زندان جلسه سازمان میداد و کارهای تاثیر خیلی زیادی داشت و از حقوق بقیه هم دفاع میکرد. در مجموع این پرونده، این آشنایی، این آوازهای ترکی که برام میخوند، این دلتنگیهایی که با من سهیم میشد و با من حرف میزد، این دلنگرانیاش، این وحشتش از مرگ، در این حال کوتاه نیومدنش، به هیچ حساب کردن جمهوری اسلامی، روی من خیلی تاثیر داشت و واقعا یکی از کسانی بود که به قلبم نشسته بود و وقتی اعدامش کردن برای من بسیار سنگین بود. هنوزم که هنوز صحبت کردن در مورد شهلا برای من راحت نیست.